درود، وقتتان بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. مخالفان مسلح دولت بار دیگر شب هنگام بر رستاهای کهنه چمتال و بابقشقار ولسوالی چمتال بلخ حمله کردند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید این حمله با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شد و در نتیجه درگیری در این ساحه سه مخالف مسلح دولت کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان سه‌شنبه شب بالای روستاهای کهنه چمتال و بابا قشقار ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند. این حمله با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو و عقب زده شد. منیر احمد فرهاد سخنگوی ولی بلخ میگوید در جریان این درگیری 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. طالبان مسلح دولت در ساحه قریه بابا قشقار و کهنه چمتال ولسوالی چمتال عملی تهاجمی کردند که خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند که با متقبل شدن ضربات کوبنده و تلفات جانی عقب نشینی کردند که در این تلفات 3 تن از طالبان مسلح قرار گزارش های کشفی که ما داریم کشته شده و 2 تن دیگه هم زخمی شده. از سوی هم فرمانده پلیس ولسوالی شلگره میگوید تا دو شب درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان در این ولسوالی 13 طالب کشته، 7 طالب دیگر زخمی و مهاجمان از ساحه متواری شدند. میخواستند که ولسوالی شلگره سقوط بکن، در پوستای ما هجوم آوردن. از مخالفین میگن 13 نفر کشته شده، میگن 6 نفر زخمی شده، 3 نفر خود مرده شده. ما خبر شدیم که در صدمش دیروز گور کردن. مقام های امنیتی بلخ میگویند تا دو روز درگیری در ولسوالی چمتال 23 مخالف مسلح کشته و 18 مخالف دیگر زخمی شدند. با گفته این مسئولان عملیات تعصبی در چمتال تا پاکسازی کامل محل از وجود مخالفان ادامه خواهد داشت. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین میگویند که در دو رویداد جداگانه در فاریاب 8 طالب کشته و 7 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. سخنگوی قول اردو همچنان از جان باختن 3 نیروی امنیتی و زخمی شدن 2 نیروی دیگر در اثر برخورد تانک این نیروها با ماین کنار جاده سخن می‌زند. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین میگویند یک تانک نیروهای امنیتی هنگام حرکت از میمنه به سوی بلخ در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب با ماین کنار جاده برخورد کرد و 3 نیروی امنیتی جان باختند. محمد علی فرزایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید در این رویداد 2 نیروی دیگر زخمی شده، اما به نیروهای خارجی که افغان ها را امرایی میکردند آسیب نرسیده است. روز در قطار نیروهای امنیتی که از بیمنه به استقامت برف در حرکت بودن، متاسفانه در سوالی شیرینتگاب یا در تانگ نیروهای اردوی ملی با یک ماین تعبیه شده دشمن برخورد کردن که در اونجا بدبختانه 3 نفر از هم قطاران ما قهرمانان نیروهای امنیتی جام شهادت میشدن و 2 نفر دیگه هم زخمی شدن. و اینکه شما گفتین که در نیروهای خارجی هم کدام آسیب رسیدن یا نه، نه چون این حمله نبودن، فقط جرمان بودن. آقای رضایی از وارد شدن تلفات به مخالفان مسلح در جریان عملات هوایی و زمینی در قیصار و دولت آباد فاریاب خبر داده میگوید در این درگیری ها 15 طالب کشته و یا زخمی شدند. او میگوید در جریان عمله هوایی بر دولت آباد یک قرارگاه مخالفان نیز تخریب شده است. در ولایت فاریاب مجموعا 2 رویداد امنیتی داشتیم که در این 2 رویداد امنیتی 15 رسازن طالب کشته و زخمی شدند. یک رویداد امنیتی ما درگیری بود در ولسوالی قیصار در منطقه ارکیدی. در اینجا بر اثر درگیری نیروهای امنیتی هم تعداد 4 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند و یک رویداد دیگه هم در ولسوالی دولت آباد بودند که در اینجا هم در بازار قلعه مربوط به منطقه بازار قلعه اینجا حمله هوایی بودند. مقام ها در قول اردوی 209 شاهین ماین‌گذاری کنار جاده و استفاده طالبان از مردم به عنوان سپر. شماره از باشندگان شهر شبرغان میگویند پیش از این خدمات صحی بیمارستان افغان ترک رایگان بود، اما حالا درخواست پول توسط دکتران در برابر معاینات کودکان برای مراجع کنندگان مشکل ساز شده. شماره از مریضداران که وضعیت اقتصادی خوب ندارند میگویند قادر به پرداخت پول حتی مبلغ ناچیز جهت درمان کودکان بیمارشان نیستند.
اینجا ما 20 روپیه نداریم که بریم نان بخوریم، یک لقمه نان چی خودمون مردکاری میکنیم، میایم اینجا 200 روپیه 100 روپیه نداریم که اینجا ده آجرس میگه 150 روپیه روز باید پرداخت کنی. غرم ما من شنو کلدم عملت میری اشنگ پاسمانو کلیدم خرم اتفالا اول سو ما من برادر یک پرچه داد که برو بستر بگیرید، دوباره رفتم اونجا یک شماره داد اومد تلویزیون ماینه گفته از این اومدم از این 50 روپیه گیرید، دوباره رفتم دوباره یک پرچه داد گفت که برو عکس بگیر، عکسم دیروز یک عکس گرفته بودم قبول نمیکنه. از سوی هم فرید عزیزی معاون ساعت‌نامه جوزجان میگوید در ارتباط این موضوع مکتوب رسمی دریافت نکردند. آقای عزیزی میگوید مؤسسه تیکا که بیمارستان افغان ترک را حمایت مالی میکند در طرز عمل جدید خود بر دریافت پول از مراجع کنندگان در بدل درمان کودکان تاکید کرده. من برای ست ساعت ما پیشترم ذکر کردم که تانوز کدام مکتوب رسمی که در قسمت اخصفیس ارسال نشده. نظر به معلوماتی که از سرطبیب شفاخانه اطفال گرفتیم این موضوعات با مقام ولایت نیست شریک ساختن که گفتن که مقام تیکا بر ما هدایت دادن که فیس امو اندکه که مطابق جدولی که به اینا ارسال کردن عکس بکنن. خواستیم نظر مسئولان بیمارستان افغان ترک جوزجان را در این گزارش بگنجانیم، اما آنان حاضر به گفتگو با رسانه ها نیستند. بیمارستان دوستی افغان ترک تنها مرکز صحی ویژه کودکان در شهر شبرغان است و روزانه صدها کودک از ولایت‌های همجوار و ولسوالی‌های جوزجان در این بیمارستان درمان می‌شوند. ریاست معارف سرپل می‌گوید که شماری از باشندگان این ولایت در جریان سال روان جهت ایمار ساختمان برای مکاتب به ارزش بیش از 35 میلیون افغانی زمین را در اختیار این ریاست قرار دادند. طی سال روان برخی باشندگان سرپل به ارزش بیش از 35 میلیون افغانی زمین را به طور رایگان در اختیار مسئولان معارف قرار دادند تا آن را به ساختمانسازی مکاتب اختصاص دهند. عبدالغفور سرپلی رئیس معارف سرپل میگوید 550 هزار متر مربع زمین که از این طریق در اختیارشان قرار گرفتند را برای ساختمانسازی 115 باب مکتب در نظر گرفتند. زمین مردم هم در این راستا برای ما ارائه کردند، بیشتر از 550 هزار متر مربع زمین برای 115 باب مکاتب ما در این اواخر برای ما ارائه کردند و از این مدرک 35 میلیون افغانی عاید دولت گردیده. رئیس معارف سرپل میگوید 10% مکاتب این ولایت فاقد ساختمان است که در هماهنگی با برنامه ملی میثاق شهروندی برای آن ساختمان خواهند ساخت. بیشتر از 90% مکاتب ما صاحب تعمیر هست، انشالله تعالی در آینده های نزدیک ما بتانیم که از این میثاق شهروندی هم استفاده خوبی بکنیم. تا مقام های محلی سرپل از اقدام مردم در راستای پشتیبانی از معارف استقبال میکنند. همچو و حرکات را ما تقدیر میکنیم و تشکر میکنیم از مردم ولایت سرپل که واقعاً یعنی امو واجبی و دینی و ایمانی خود را در قبال اولادا و فرزندا و دولت خود. معارف دوست ولایت سرپل زمین خود را 115 باب مکتب زمین خود را به طور رایگان دادن. این مردم از این مردم معارف دوست ولایت سرپل هم ما هم تشکری میکنیم. سال گذشته نیز باشندگان سرپل به منظور ایمار ساختمان مکاتب بر ریاست معارف این ولایت زمین اهدا نموده بودند. نهادی نشدن فرهنگ نهالشانی و زیبایی شهر کمپاین غرس نهال در شهر مزار آغاز شد. مدیر سرسبزی شهر شهرداری بلخ میگوید که تا ختم سال جاری به همکاری ریاست زراعت 50,000 اصل نهال در نواحی دوازدگانی شهر مزار غرس خواهند نمود. اولین کمپاین نهالشانی سال 97 فر را از عوامل کندی عملیات های تصفیوی در برخ بخش ها عنوان می کنند. با این حال اطمینان می دهند که عملیات های زمینی و هوایی در بخش های ناامن شمال ادامه دارد.
ولی بلخ به نهادهای امنیتی دستور داده تا جلو گشت و گذار مسلح های غیر مسئول موترهای شیشه سیاه و فاقد اسناد را گرفته و با زورمندان به گونه جدی و قانونی برخورد نمایند. این در حال است که آگاهان امور در بلخ به این باورند که نهادهای امنیتی برای بازداشت افراد مسلح و زورگویان اراده ندارند. دستور والی بلخ بر بازداشت زورگویان و مسلح های غیر مسئول. اسحاق رهگذر والی بلخ در نشست مقام های محلی این ولایت به فرماندهی پلیس بلخ، امنیت ملی و گارنیزون شهری هدایت داده که جلو گشت و گذار مسلح های غیر مسئول و زورمندان محلی را بگیرند. هدایت سریع جدی مکرر دادن که با هیچ نوع زورمند افراد مسلح غیر مسئول، موترهای شیشه سیاه، موترهای بدون پلیت و فاقد اسناد ترحم نباید شود. آگاهان امور در بلخ از گشت و گذار مسلح های غیر مسئول با موترهای شیشه سیاه و فاقد اسناد انتقاد دارند و میگویند نهادهای امنیتی بلخ اراده بر بازداشت افراد زورگو و مسلح های غیر مسئول ندارند. شما عملا میبینین کسایی هستن که بدون پلت در شهر موترش گشت گذار میکنن، کسایی هستن که با لباس محلی سلاد به شانه داره و شهر گشت گذار میکنن، کسایی هست که از یونیفرم پلیس سوء استفاده میکنن. مردم بلخ نیز نسبت به تطبیق امر والی باور کامل ندارن. آنان میگن مقام های محلی بلخ بارها دستور بازداشت مسلح های غیر مسئول را دادن، اما همواره در حد سخن باقی مانده. وقتی اینا این شعارها را وقتی که میتن کوشش کنن در پای اقدام عملیش، و ما بارها شاهدی همچون گفته هایی بودیم، اما در قسمت کار عملیشان بسیار ضعیف بودن. پلیس و اردوی ملی ما قادر است که این کار را بکنن، اما این سیاسیون فقط آمده به خاطر بازارگرمی در رسانه های حرفا را میزنن و هیچگاه عملی نمیکنن. با این حال مردم بلخ خواهان تلاش جدی نیروهای امنیتی و تطبیق دستور تازه والی این ولایتند. ده ها نامزد معترض بغلان و هواداران آنان با بستن بزرگراه شمال خواهان ابطال آرای بدون بایومتریک و بازشماری مجدد آرای این ولایت شدند. آنان به حکومت و کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات 12 ساعت مهلت دادند که به خواسته های قانونی نامزدان معترض بغلان رسیدگی نمایند. ذاکر نوری. نامزدان معترض بغلان که نامهایشان در لیست ابتدایی راه نیافته است با هوادارانشان و جاده های پل خمری ریختند و خواهان ابطال آرای بدون بایومتریک و بازشماری مجدد آرای بغلان شدند و نیز هشدار می دهند که تا 12 ساعت دیگر باید کمیسیون های انتخابات به خواست های قانونی آنان پاسخ مثبت دهند. ما برای 12 ساعت حکومت را وقت می دهیم که تا بیایند با ما به خواست مشروعی ما، به خواست که واقعا عدالت خواهی هستند لبیک بگوید. با ابطال آرای تالابرفک به نسبت که انتخابات در اونجا برگزار نشده می باشیم. بلاز خواستار عزیزم که شفافیت تأمین شود. سرنوشت انتخابات رای پاک مردم تعیین کنند. این معترضان خواهان برکناری رئیس و کارمندان کمیسیون انتخابات و سمع شکایت بغلان نیز شده است. کارمندان کمیسیون شکایت انتخابات بغلان دیگه در پروسه نباشه، از مرکز افغانستان ده به یک شفافیت بایومتریک قرار بدن. یغو مجازات غواړو او بایومتریک را ناپاک را څخه هم جدا غواړو. کمیسیون های شکایت انتخاباتی بیا زو مستقل نیستن. ما از میجه میگیم مستقل نیستن، از آرای پاک ما دفاع بکنه. نامزدان معترض بغلان با ترتیب قطعنامه تاکید دارند که اگر در لیست نهایی عدالت و شفافیت در نظر گرفته نشود، آنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند و مسیر شمال را با مرکز کشور مسدود خواهند کرد. برخی مراجع کنندگان بیمارستان افغان ترک جوزجان می گویند پیش از این از خدمات صحی رایگان در این بیمارستان مستفید می شدند، اما حالا دکتران در بدل پول درمان کودکانشان را انجام می دهند. مسئولان بیمارستان افغان ترک جوزجان اما حاضر به گفتگو با رسانه ها نیستند. اینجا بیمارستان دوستی افغان ترک در شهر شبرغان است که روزانه ده ها کودک بیمار در این بیمارستان تحت درمان قرار می گیرند. در شهر مزار از سوی نهاد مردمی به همکاری ریاست زراعت بلخ آغاز شد. این برنامه
به هدف ترویج فرهنگ نهالشانی میان مردم روی دست گرفته شده. مسئولان در نظر دارند تا ختم سال 50,000 اصل نهال را در 12 ناحیه شهر مزار خرص نمایند. امسال ما به خاطر یک آغاز نهالشانی را شروع کنیم تقریبا 50,000 اصل نهال ما پیشنهاد کردیم و ریاست زراعت انشاءالله به ما وعده سپردن که نهال ها را در اختیار ما قرار میگیرند و نوایی 12 گانه ما انشاءالله او را توزیع میکنیم. فعالان مدنی بلخ با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست میگویند علاوه بر مسئولان، مردم نیز برای غرس نهال و حفاظت از فضای سبز موجود مسئولیت های بردوش دارند. غرس نهال مثل تولد یک انسان است، اما قدر که ما توجه جدی برای یک طفل میکنیم به مو اندازه باید توجه جدی روی محافظت از نهال صورت بگیره. ما متاسفانه به گونه نمادین نهال غرس میکنیم، ولی صادقانه باید بگیم که مواظبت جدی از نهال صورت نمیگیره. از دلو 1384 تا دلو 1396 13 میلیون اصل نهال در ولایت بلخ غرس شده. ولایتی که 16840 کیلومتر مساحتش است 13 میلیون نهال میزبان بوده. اگر 1.3 میلیون نهال از این سبز میمان و به درخت تبدیل میشد امروز شهر سبز میداشتیم. فعالان مدنی بلخ همچنان از وزارت تحصیلات عالی تقاضا دارند که به هدف نهادینه شدن فرهنگ نهالشانی در مکاتب و دانشگاه ها برنامه های آگاهی دهی و آموزشی روی دست گیرند تا کودکان و جوانان درک کنند که حفاظت از محیط زیست مسئولیت آنهاست. در پی بالا آمدن آبهای زیرزمینی در ولسوالی دشت قلعه تخار، 4 منزل رهایشی تخریب و نزدیک به 100 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ولسوالی دشت قلعه از ولسوالی های حاصلخیز ولایت تخار است که در کنار تولید انواع غله، میوه های مختلف نیز در این ولسوالی تولید و به بازار عرضه می شود. مسئولان مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار میگویند در پی بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این ولسوالی بیش از 1,000 جریب زمین زراعتی از کشت بازمانده، 4 منزل مسکونی تخریب و 90 خانواده ناچار به ترک خانه هایشان شدند. از 2 متر الی 75 سانتی آب ارتفاع داد. به این ترتیب در این 4 قریه که در حقیقت در محاصره امی آب جمع شده قرار دارند، 4 منزلی مسکونی قرار راپوری که تیم ما از ساحه آورده، 4 منزلی مسکونی از بین رفته. باشندگان دشت قلعه از بی‌توجهی حکومت محلی جهت جلوگیری به موقع از بالا آمدن سطح آبها انتقاد میکنند. آنان تاکید دارند که مسئولان هرچه زودتر راه حل برای این مشکل جستجو کنند. مردم محل شو اطرافی که زندالق لدل و هم از بودباش زندالق بلگه کوب سخت بیلت مشکل بیلت. اگر دولت بنا توجه جدی قلمسا امکان بار در آینده لرگه کوب عواقب خطرناک ده بوزگال ده. بس تواقم زنشه بز مردم خواهم همز غربکار مردم بز بزقای بودجام خواست بودجام جا که بز برم کانال ترسگ و پیسم جا که بز مغلب من رو قشر روی حل نچرده. با این حال ولی تخار میگهد برای در غزنی گرامی داشت شد. بیشتر از این در گزارش. محفل زنده یاد از کارکردهای علمی و فرهنگی استاد عبدالباقی هیلمند غزنوی، شاعر و نویسنده مطرح غزنی، گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل سخنرانان کارکرد علمی چندین ساله آقای هیلمند را مورد بحث قرار داده و از وی به عنوان احیاگر فرهنگ و تمدن کشور نیز یادآوری کردند. د ژوند په کګلیچونو کې په ګڼو ستونزو ګارلو سربیره لا هم د علمي، فرهنګي او ادبي پرمختګونو لمنې ته ځان اچولی او ټول عمر یې تل په کور دننه او د هجرت په دیار کې د خپل قلم څوکه د ادبي او عرفاني فرهنګي ارزښتونو غنامندۍ ته ځانګړې کړې ده. که شاعران، فرهنګیان، نویسندگان نثرهای زیبای ادبي او فرهنګي
که به دست نشر سپرده. برخ دیگر در این نشست نیز در مورد شخصیت فرهنگی و علمی وی نیز معلومات را داشتن و میگویند که وی در عرصه تصوف و عرفان در ادبیات پشتو به ویژه اشعار عرفانی رحمان بابا را مورد تحقیق قرار داده است. من سید زما په ان لومړنی عرفانی لیکوال او شاعر دی چې د خپل قلم چلونې په دوران کې د پښتو عارف او صوفي شاعر عبدالرحمن بابا د عرفاني اشعارو د محتوا پیغام او منځپانګې په اړه چې هغه خدایي لټون او د هغه منځنه ده د دریجه لویونکو ته د یوې څېړنیزې رسالې په چوکاټ کې معلومات وړاندې کړل. وی نیز دارای بیشتر از 15 اثر بوده که بیشترین اثر آن نیز روی موضوعات تصوف و عرفان می باشد. تا درود دیگر بدرود.